اعضای سنای آمریکا روند رسیدگی به تایید صلاحیت افراد برگزیده توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا برای تشکیل کابینه او را حتی پیش از انجام مراسم ادای سوگند ریاست جمهوری در 20 ژانویه آینده آغاز می‌کنند. همکارم شهلا آراسته در استودیو با ماست. چه انتظاری در مورد روند تایید صلاحیت این افراد وجود دارد؟ دموکرات‌ها بعد از شکست در انتخابات آمریکا اکنون با انتقاد از افراد پیشنهادی رئیس جمهوری منتخب آمریکا برای تشکیل کابینه‌اش به اونها با سوءظن نگاه می‌کنند. آقای ترامپ در مورد افرادی که برای تشکیل کابینه‌اش برگزیده بسیار ابراز اطمینان می‌کنه و اونها را از اعضای هیئت مدیره شرکت‌های بزرگ و موفق، اعضای افسران ارشد نظامی، صفوف محافظه‌کاران و همینطور خدمتگزاران طرفدار کسب و کار انتخاب کرده. از جمله ریکس تیلرسون رو باید نام برد، مدیر عامل شرکت نفتی اکسون موبیل که برای مقام وزارت خارجه انتخاب شده و دموکرات‌ها از نزدیکی روابط آقای تیلرسون در گذشته با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه انتقاد کردند. روابط من با ولادیمیر پوتین تقریبا به 15 سال پیش برمیگردد و او می‌داند که من یک تاجر هستم و شرکت ما پول زیادی در روسیه سرمایه گذاری کرده است. دموکرات ها میگن که طی جلسات بررسی و تایید صلاحیت افراد برگزیده آقای ترامپ سوالات زیادی از آقای تیلرسون خواهند پرسید. یکی از این سناتورها کریس کونز سناتور ارشد دموکرات هستش. هم جمهوری خواهان و هم دموکرات ها در مورد تضاد بالقوه منافع و روابط طولانی و نزدیک آقای تیلرسون با پوتین و روسیه از او سوال خواهند کرد و در مورد توانایی هایش برای ایجاد تعادل میان انتظارات از او برای مبارزه برای حفظ منافع آمریکا به عنوان یک دیپلمات و با توجه به تجربه طولانی گذشته او خواهیم پرسید. قدر مسلم این هست که انتظار جلسات پرمنازعه تایید صلاحیت این افراد میره که میشه به نوعی نخستین آزمایش روابط عادی آقای ترامپ با کنگره محسوب بشه. جمهوری خواهان از افراد برگزیده آقای ترامپ از طرف دیگه حمایت میکنند. من بسیار تحت تاثیر افرادی که تاکنون معرفی شدند قرار گرفتم و نسبت به تایید صلاحیت آنها خوشبینم. کارشناسان نزدیک به کار کنگره میگن که جمهوری خواهان خوب میدونن که یکی از که بعد سالهای زیادی با آقای ترامپ کار کنن، خیلی خوب میدونن که یکی از راههایی که میتونه به روابط اونها با رئیس جمهوری صدمه بزنه سختگیری زیاد در کار تایید صلاحیت این افراد هست. از طرف دیگه دموکرات ها هرچند مشتاق هستن که آقای دونالد ترامپ رو به چالش بکشن در مسیر تایید صلاحیت ها، ولی کار زیادی بدون دست کم حمایت سه سناتور جمهوری خواه در این مورد ازشون بر نمیاد.